أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صدق الله العظيم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه و روزداران عزیز. به امید قبولی طاعات و عبادات همگان به درگاه حضرت حق هستیم. امروز هم یک روز دیگری از روزهای ماه مبارک رمضان در آستانه سپری شدن و به پایان رسیدن است. امیدوار هستیم که خداوند متعال طاعات و عبادات و نماز و روزه و ختم و تراویح، خیرات و صدقاتی که از ما و شما و یا مسلمانان در این شرایط بسیار حساس و در عین حال مبارک ممنون سر میزند به درگاه خودش قبول و منظور بکند و همچنان ما را و سایر مسلمانان را از دعای خیر خوبتان فراموش نکنند، مخصوصا مسلمانان فلسطین و مجاهدین غزه را هرگز از دعای خیر خوبمان فراموش نکنیم. امروز هم مهمانان عزیز و گرامی را دعوت کردیم در اینجا که در خدمتشان هستیم. جناب موسی روحانی، آگاه مسائل اسلامی، و همچنان جناب قاری صاحب حجت الله پشهی، استاد حفظ و تجوید قرآن کریم، در استودیو با ما تشریف آوردن. خوش آمدن جناب روحانی صاحب بزرگوار و همچنان جناب استاد. بسیار زیاد تشکر میکنم که تشریف آوردین، زحمت کشیدین. قبل از اینکه به بحث بپردازم جناب استاد روحانی، از قاری صاحب خواهش میکنم که تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید خدمت بینندگان عزیز هم ارائه بکنه. انشاءالله باز در ادامه بحث در خدمتشان هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ما شاء الله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العلي العظيم. ماشاءالله نام خدا جزاک الله بسیار زیبا بسیار خوب انشاءالله. امیدوار هستم که در ادامه بحث و برنامه هم باز تلاوت های دیگری هم از جناب استاد بشنویم. در ادامه بحث و برنامه باز هم در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که در استودیو با ما تشریف دارند. جناب استاد روحانی، روزه و رمضان بخیر میگذره انشاءالله. خدا سلامتتان داشته باشه. سلام عرض ادب دارم خدمت جناب قاری صاحب، شما دوستایی که در استودیو با ما هستند و کسایی که ما را میبینند. بسیار خوشحال هستم که الحمدلله باز یک بار دیگه از دریچه مهمان خانه های عزیزان خرچده مسلمان های جهان. الله شما را جور صحت مند داشته باشه، در خدمت هست. سلامت باشین. چطور میگذره استاد روزه و رمضان امسال؟ امسال الحمدلله رمضان خب در یک وضعیتی آمده که از لحاظ جوی بسیار وضعیت نرمال است. هیچ احساس نمیکنه روزه نه زیاد سرد است و نه زیاد گرم. بله، بسیار یک وضعیت متوسط است. قدر قابل بحث نیست. وقت اگر انسان بخواد که ثواب بیشتر بگیره، کاش که ما بتونیم برسیم یک روز خدا ما را برسانه به گرمای سرطان که باز روزه بگیریم با دست. یعنی کیف روزه و رمضان است که آدم بیاد بسیار تشنه شوه و گرسنه شوه. درست است؟ دقیقاً. بسیار خوب. روزه ماه مبارک رمضان در فرهنگ اسلامی یا از دیدگاه اسلام یکی از ارکان مهم دین مقدس اسلام شمرده شده. چقدر روزه یا روزه رمضان یا خود ماه رمضان فضیلت و ارزشی بیشتری در اسلام دارد؟ ماه مبارک رمضان خب یک گپ واضح است. همون رقمی که پروردگار آیت تا شما قبلا تلاوت کردین که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بله. از این میجا روزه برای قبلا برای امتیان قبلی هم با یک تفاوتی البته فرض بود. و آمده بالای امتی های محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هم فرض شد، به خاطر از اینکه از فیوزات از داشته ها و از معنویات رمضان امت رسول الله صلی الله علیه و آله هم بهره مند شود. بله، باز به او خاطر روزه بالای از اینا هم فرض شد. فضایل زیادی داره رمضان. حتی عمیق روزه گرفتن غیر از اینکه چقدر فضیلت داره در اسلام، یک کیف خاص داره. اگر به فرضی که 11 ماه سپری شود رمضان نه، اما باور دارم که مسلمانای واقعی همشون همیتو دنبال یک گمشده سرگردان میباشن. به او خاطر ماه مبارک رمضان برای همه مسلمانا یک ماهی است، یک بهار جدید است.
بهار دلها و بهار قلبها است، بهار قرآن است، بهار اصلا سیقل دادن روح آدمی است. به او خاطر ماه مبارک رمضان هر وقتی که می آید مؤمن ها یک بار دیگر در ماه مبارک رمضان، مسلمان های جهان یک بار دیگر تجدید ایمان میکنند، یک بار دیگر بر میگردند به ایصالتشان، به اصلیتشان، با نمود داشته هایی که اسلام بالای از اینا وضع کرده است که تو به عنوان یک مؤمن مسلمان متفاوتر از کسایی هستی که متاسفانه روی هر ملحوظی از این نعمت بزرگ محروم هستند. به او خاطر ما اگر بخواهیم که نفس خدا عزت بتیم، روح خدا مثلا ما نوازش بتیم، بیایم به هم نوعان خود لطف و مرحمت مهربانی را یک بار دیگر برای ازنا نشان بتیم، باید ما مبارک رمضان روزه بگیریم و از داشته ها و از فیوزات یزی بهره مند شویم. بسیار خوب جناب استاد، تلاوت بسیار زیبا کردین. عتمی که در مثلا دارالافاضا در دانشگاه هم مسائل حفظ و تجوید و ترتیل قرآن کریم تدریس میکنین، میخواستم پرسان کنم که عزیزا برای ما قصه کنین که یک آدم میخواه، مثلا یک نوجوان میخواه که حافظ قرآن کریم شوه، شیوه های برای حفظ قرآن کریم که یک مقدار آسان تر باشه و همچنان در زمان کوتاه بتونه که یک نفر مثلا حداقل در یک سال بتونه قرآن کریم یک نوجوان حفظ کنه، به نظرتان چی شرایطی لازم است و اساتید باید چی کار بکنن در این مورد؟ اول خود طول نمخ که تاستا استاد محترم تا و در نور تلویزیون طول لیدون که وردون که در سلامون احترامات رو نده کن. سلامت نسید الله دوی چې دا نه هم روز روزی په خیر عافیت سره پیل کړی او سرته رسول وی اطاعت عبادت د ټول مسلمانانو سره زمو قبول منظور شو. الله آمین. تاسو ډیر ښه نقطه ته اشاره وکړو، په دې چې دا میاشت چې دا هم د قران میاشت ده، چې د نزول د قران شوی د شهر رمضان الذي انزل فيه القران. نو یو حافظ د پاره چې څنګه حافظ شي، دا غي د پاره کومه تخنیکی کوم اصول چې دي، اول خو باید هغه بنیاد نشروع کی چې هغه بنیاد اساس د قران چې ده هغه قاعده ده، حروف هجا عربی په دې چې قران کریم کلمات چې ده حروف نه جوړ شوی دي، حروف بیا کلمات جوړي، کلمات بیا آیات تکمیل، آیات بیا یو سوره تنظیم، یو سوره بیا یو سپاره، او سپاره مکمل قران تشکیل کریم تنظیم کیږي. نو اول هغه ته ضرورت دي چې الف نه تریا پورې سمره دا حرفونه چې دي، نه ویش حرفونه د دې د محل د نگانه او د کیفیت د نگانه درست باید هغه یاد کی صحیح طریقه سره، یعنی په دې معنی چې د حروف و مخرج زده کړئ، مخرج او کیفیت، په دې چې هر یو شی محل هم لري او کیفیت هم لري، کوالټی. کیفیت څنګه ده؟ کیفیت محل خود ده چې مخرج ده، درست ده؟ مخرج 15 دستگاه وی دي، د تکلم دستگاه عربي کې 15 دستگاه وی لرو، د حلق نشورو ده تر خشم پوری. نو حلق دستگاه یو دستگاه شوه، خیشون بل دستگاه شوه، او جوف بل دستگاه شو، او جبه یا لسان چی منگ ورتوی دا بل دستگاه ده، و آخر که دا شون دیدی دا بل دستگاه ده، دا نحو شرفونه دی پینزه دستگاه اونا دا کی دا خود دادا دا محل زیونه شو پاد شو کیفیت منگ دا نحو شرفونه طول یوشان نشوه دا کوله دا ادا په وخت کې محل خو مشخص شو، کیفیتونه فرق کوي، دا وخت کې دا کیفیت فرق کوي. بعضی حرفونه دي چې هغه دایمي صفت لري چې همیشه هغه ډک ولستل شي، بعضی حرفونه دي چې هغه همیش باریک دي، تش باید ولستل شي. لکه موږ دا مشکل په لهجاتو کې لرو، زما د خبرو منظوم دا چې قران کریم چې دی په عربي لهجه نازل شوی دی، نو په عربي ژبه کې دی، نو باید زمونږ د تلاوت په وخت کې اول د الفاظ د قرآن کریم حق دی چې لهجه باید عربي وي، تجوید باید رعایت شي، عربي لهجه هم بیا د قریش لهجه، د قریش لهجه په دې چې موږ اکثره لکه علما چې شروع کوي یو تقریر چې کوي ښه فهمیده خلک دي، په دې چې عالم چې موږ چاته وي چې هغه هر څه نه آګاه وي پوه وي، نو هغه دغه عربي متن چې وایي اعوذ بالله شروع دا په فارسي لهجه کې وایي، وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، دلته د الله نوم چې دی دا یو عارضي صفت اخلي،
همیش دکم نده الله نوم همیش تشم نده دا تابع د حرکت ما قبل ما قبل ما قبل کوم حرکت راغلی د الله د نوم نمخ کی دا تابع کی داغه دلتا اعوذ بالله کی کسره دا اعوذ بالله نو باید عربی لهجه چې موږ دا تلفظ کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پدې چې عربی متن وایو باید دا لهجه په تخفیف سره وایو په تخفیف سره نو دا یو موضوع پدې چې د حافظ د پر اول ضرور دا چې باید د تجوید په قواعد باندې ټول آگاهیت ولري بیا حفظ شروع کی د حفظ د پاره بهترین شوی دا چې یو باید وخت مشخص وي درې قاره سبي او ټکی ته تاسو اشاره وکړه چې اکثره عالمان په دې کې غلطيږي تا مثلا اعوذ بالله اشاره کړه یو دا چې د الله لفظ قبل کوم حرف چې راغلی کسره حرف راغلی که بل حرف راشي چې داسې په ډبل ادا شي حرفونو پورې د الله نوم نه اصالت نه ورکو چې د حرکات پورې دا تعلق لري حرکات پورې که چېرته زبر وي مثلا كتب الله دا به بیا دبل دغه او همچنان که دمه وي پیش وي لکه لعنت الله دم دک ده د کسره په حالت کې باریک ده فتحه او دمه یعنی پیش او زور حالت کې د بیا دک لسل کې پوه شو ما ډیره مننه تاسو مخکې سوال وکړ د حفظ لپاره یو خو باید هغه ته وخت منظم تعین شي یو وخت کې باید هغه حفظ وکړي د سنې چې نن سهار کې استاد ته لیږم سبا ته بیا ماسپخین کې لیږم بل سبا به مازیګر کې لیږم دینه بیا حافظ نشي جوړېدلی وخت باید مشخص وي نو د تعین وخت دا ضرور دی او بل چې کوم آیاتونه د حفظې یو کال کې تاسو ویلې نو یو سپاره مونږ تقریبا اتلس کار خو والا چې کوم قرآن شریفونه دي نو هغه شپاړس صفحې لري شپاړس مخ لري نو یو سپاره په شپاړس ورځو کې یو مخ چې یاد کړي په شپاړس ورځو کې مکمل یو صفحه چې دوه مخ لري که هغه په یاد کړي نو هغه په اتو ورځو کې یو سپاره حفظ کولی شي نو هغه قرآن کریم باید مشخص وي داسې نه چې نن په اتلس کرخو کې زه وایم سبا په پنځلس کرخو کې بل په شپاړس یعنې یو قرآن کریم ځان ته وساتي په دې چې هغه دا ټول مونږ تصوري دی که نه تصور کې مونږ چې تراوی کې ودرېږو هغه صفحه په ذهن کې راوځو چې دا صفحه کوم یو دی شروع او انتها دا ضرور دی بل د استاذ تعین چې مختلف استادان باید نو یو استاذ وي او استاد فایز استاد وی چې هغه زحمت ورسو واسي دا استاد زحمت چې شاګرد سره نیوي شاګرد هر څومره کوشش وکړي هغه نتیجه نه ورکړي طرفینو باید زحمتونه وی هم د کورنۍ طرف نه هم د خو شاګرد دغه تشویقي برنامه ورته تنظیم شي مثلا حفظ پوره شو امتحان ته واخله هغه ته یو جایزه ورکړه هغه نورم تشویقي انګیزه اخلي نو هغه یو هغه نه یو حافظ په یو کال کې نشه جوړېږي ډیره مننه تاسو دا برتر اگورزو استاد روحانی پیشتر قارس به بحث بسیار خوب اشاره کردن در مورد حفظ قرآن کریم ماه مبارک رمضان هم ماه بهار قرآن است که شما پیشتر به او اشاره کردین قرآن کریم هم در این ماه مبارک نازل شده و بیشترین تلاوت و خوانش هم از قرآن کریم در همین ماه مبارک رمضان است چی از لحاظ مثلا خواندن آیات قرآن کریم در ختم و تراویح و تلاوت های ساده که در هر جای صورت میگیره و چی از لحاظ مثلا تفسیر قرآن کریم هم در مدارس در دانشگاه ها در مساجد علما باز به مناسبت ماه مبارک رمضان دوره تفسیر قرآن کریم شروع میکنه میخواستم پرسان از شما کنم که برای خواندن درست و خوب قرآن کریم که یک نفر قرآن کریم هم میخوانه باید او را بفهمه برای فهم قرآن کریم به نظرتان چی کار باید آدم بکنه؟ اصلا جناب احمدی صاحب گپایی که مربوطی درست خواندن قرآن هر کس از خود تخصص داره بل. جا قاری صاحب است اینا دیگه طبیعتا بزرگستان بیشتر میفهمن لازه چون بوده و در خدمت قرآن قرارشون داده و بیشتر از این قرار بوده وقتی که قرآن انسان میفهمه امو که در مورد قرآن تدبر و تفکر بکنین خداوند در قرآن در جای میگه بعد میگه که افلا یتدبرون القرآن نه شما در بله قرآن بله فکر نکردین معنا و مفهوم قرآن نفهمیدین دیروز در تفسیر دکتر سیبی عبدالقدوس رحمت الله علیه میخوندم در بحث ورتل القرآن ترتیل آمده اونجا بسیار توضیح داده و بعد گفته که واجب هست به تجوید خواندن چون اینجا
وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده دستور خدایی است که قرآن را به تجوید بخوانید، طبیعتاً کسایی که خود رهروای واقعی قرآن میگیرند و کسایی که مثلا پیروی واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، باید از الگوشون در زندگی همو باشه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشه. به خاطر فهم معانی قرآن است که انسان ها را به درس خواندن سوق میده. درست، ما حافظای قرآن کریم که اینجا قاریچه وجود داره، حافظایی داریم که قرآن درست تلاوت نمیکنن یا مثلا در تراویح اینا بسیار با سرعت میخوانن. مشکلی اساسی نیست که در فهم قرآن مشکل داره، یا کسایی که تلاوت میکنن در ماه مبارک رمضان، اینا که قرآن با سرعت میخوانن یا ای که مثلا جای اشتباه میکنن از لحاظ تلفظ لهجه، اینا مشکلشون در فهم قرآن است. اگر ما قبل از اینکه قرآن میخوانیم ای را پیش یک حافظی درست خوانده باشیم، پیشتر قاری صاحب اشاره کردن پیش ما بحث این نه که قرآن اگر معنا و مفهومش را نفهمیم، لااقل اندک اندک میتونیم قرآن درست بخوانیم، ولی اگر مفهوم معنای قرآن یک کسی ادعای علم دانش میکنه، حفظ قرآن کریم میکنه، بله اینا باید معنا و مفهوم قرآن به دقت بفهمه. جناب استاد روحانی، این همی مشکل از کجا ناشی میشه؟ مثلا که پیشتر اشاره کردین که قاری صاحب خو در کنار از اینکه حافظ قرآن کریم و استاد هستن، عالم دین هم هستن، مثلا داریم حافظای قرآن کریم، شما اشاره کردین که از قرآن کریم اما فقط لفظ قرآن کریم هم بلبل وارد تلاوت میکنم، بسیار زیبا و قشنگ، آدم واقعا لذت میبره، اما خودشان نمیفهمن ایره. خب این همی مشکل از کجا ایجاد میشه که وقتی یک نفر دو سال سه سال فرصت میته برای ازی که الفاظ قرآن کریم را حفظ بکنه، اما در معناش توجه نکنه؟ مشکل از خانواده هاست به نظرتان، از مدارس و مدارس دینی و آموزشگاه هاست، یا یکی از دارالافاد و از استاد هاست؟ مشکل در کجاست به نظرتان؟ چرا جناب احمدی صاحب مشکل؟ خب این اصلا همین سوال ها یک چیزی هستن که برمیگردن و قاری صاحب باید جواب پاس خوب بده، چون اینا متخصص قرآن هستن. میگردیم به قاری صاحب هم پاسش دارم. اگر خانواده اولین آموزشگاه و دانشگاه انسان در زندگیش، خانواده و فامیلش هست. بله. وقتی خانواده به قاری صاحب یا به حافظ قرآن گفته باشه که در زیب نزدی که اینمی فرزندی من قرآن حفظ میکنه، شما باید ایره معنا و مفهوم قرآن هم در مدتی دو سال یا یک سال یا سه سال لااقلی رم یاد بتین، قاری صاحب مکلف میشه که این کارا بکنه. یک سلسله مشکلات در خود مدارس دارالحفاظه هم وجود داره. بله. که اونا فقط توجه بیشترشون سر عزیز که اینمی حتما وجود داره که ما دیدیم. بله. اینمی ما سال بعدی یک چی داشت دستاربندی داشته باشیم که در اون دستاربندی ما 30 دانه 20 دانه حافظ قرآن داشته باشیم. اینا فقط اصل فوکسشون توجهشون سر عزیز است که قرآن حفظ بکنن، ولی به معنا و مفهوم از بعد او حافظ روزی که از مدرسه برآمد، اگر دیگه پس دوباره به مدرسه برنگشت و نیامد دوباره زانو بزنه برای حفظ دین و ارزش‌های اسلامی، یعنی معنا و مفهوم قرآن نخواهد حفظ بکنه و یاد بگیره، باز او همون تو گفته شما بلبلگونه تلاوتش میکنه تا آخر عمر، اما عالمگونه مفهوم معناش نمیفهمه. این مشکلات از هر دو طرف وجود داره که گاهی میشه بعضی اوقات از خانواده است و بعضی اوقات دیگه هم بیشتر تکیه از این مشکل و خانواده ها مدارس است. خالص ده پختن تاسو تا هم متوجه ده احمدی سبزه و تاسو نه که باز داوی میشه استاد روحانی خو توضیح ورکو. دلته مشکل داده اساسی مشکل اساس ته بلر شما نور خو روحانی سب خطش ورته اشاره وکړو. ما مخ کی په شروع کې مویل چې علما کې هم مشکل شته دی، یو عالم چې د علم نه فارغیږي، اته کاله علم حاصله ای پلس کاله شل کاله دومره نه کوي چې یو مجاوید ته کینی خپل دغه الفاظ درست کړي. اها مونږ امامان لرو په مسجد کې، علما دي سوره فاتحه سراسر اشتباه وي، اشتباه نور پرېدا لکه ولا ضالين کلا وای، ولا ضالين کلا وای، الحمدلله رب العالمين، الحمدلله رب العالمين، الحمدلله رب العالمين. دا اضافه دا زیاده د افراد تفرید کوي. دا خو مونږ هم په فاسدي کې علما کې الا رحم ربك شابه د الله رحم دې ته متوجه کیږي چې زه عالم یم، ما نه سو تقاضا لري، توقع لري به زما الفاظ درست وي. د قران کریم د تجوید امام جزیر رحم الله د تجوید د اهمیت په باب کې خپل کتاب کې فرمایي چې والاخذ بالتجوید حاتم لازم من لم يجود القران اثم. اها نو دلته اوس مخکې چې د تدبر خبر وشو،
نو زخ په لمده جواب تر ازما دلته امام جزیره وی چې اخس کول د علمي تجوید د حتمی لازمی دی په هر فرد مسلمان باندې یعنی قاری دی که غیر قاری دی کونه کې بیا ګناګار کی څوک چې ځان ته مسلمان وای باید د قران کریم قران کریم باید په تجوید سره مخ کې دی مرحوم عبدالقدوس صاحب خبره دی هغه چې ورته قران کې ډیر تفصيلي بحث او دلته ورته للقران ترتیل هم دا چې قران کریم په ترتیل نازل شوی دی اصولا باید په ترتیل باندې تلاوت شي ترتیل څه شي تجوید دی نو دلته تجوید اهمیت زکه داغه دی چې دلته امام جزري شوی چې مل مجوید القران عاصمون څوک چې په تجوید سره قران نو لري هغه عاصم دی دلته تجوید مراد څه شي دی تجوید نو مراد هم دغه ترتیل مراد ادا الحروف و معرفه الوقوف هذا کول د حرفونو او شناخت صحیح دی وقفونو زیونه وقفونو زیونه کله مونږ پیژنو کله چې مونږ تدبر وکړو صحیح شو او چې کله مونږ مفهوم باندې پوښو دلته اوس یو حافظ فارغی دمو ولچ هر یو مدرسه د کوشش کوي چې کال پوره شي زه سو حافظان فارغ کمه زه نه یادوم سو سمو د مخ کې تقریبا یو دوه میاشت مخ کې او د فراغت مو جلسه و بیا شپې شخصي هغه یو برنامه نیول وکړ کې زه تلاوت ته وخت یم لاړم به هغه الګ چې د قران حفظ نه فارغ شو نو سوره لهب تلاوت نشو کولای وي چ هغه موږ د پښتنو سورتونه ورته وی چې باید هر چا ته یاد وي دی را آسان سورتونه دي پګړی باندې سوچي په سره دا ورته پګړی تړلې سند څه فائدہ شو دا یو موضوع چې استاد صحیح خدمت نه کوي بل موضوع چې هغه قاری سب چې فارغي ځان ته چې قاری وي بس هغه بیا په اسمان کې ګرځي چې زه ولا قاری شوم کنه قاری صاحبان ته حافظان ته لازم دي چې هغه محدث او مفسر شي او ډیره خبره ده دا زما مقصد دا دی چې یوازې په دې باندې اکتفا نه شي چې زه بس حافظ شوم قاری شوم باید هغه محدث او مفسر شي د قران کریم تفسیر او ترجمه ډیره خبره ډیره خبره ته تاسو اشاره کوي استاد د خبر نه نخص زما برداشت دا شو چې دلته یو نه همغږي د دار الحفاظ او د دینی مدرسې په منځ کې فاصله ده دا فاصله به څنګه کمیږي او دا فاصله کله به لمنځه ځي دا فاصله که د سی اصولنامه جوړ شي یو اصولنامه جوړ شي د هم د دولت طرف نه هم هغه شخصي مدارس چې دي د اداري طرف نه یو اصولنامه جوړ شي یو حافظ جلته فارغي کی ترسو هغه ته موږ سند نه ورکو ترسو چې مفسر نشي صحیح شو ډیره خبره دا یو موضوع هي یعنی شرعي علوم باید وای شرعي علوم باید ولولي بل هدا اقل یعنی ترجمه سره قران یا تفسیر شرط تفسیر چې موږ ورته وکړو نه تفصیلی نه د قران کریم د آیات او د ترجمه او لکه شان تفسیر ور سره صحیح شو او علما چې فارغيږي د مدارس کوم مديني مدارس چې هغه عالم فارغي شیخ الحدیث فارغي اغه ته هم دا ضرورت دی چې باید یو د تجوید دوره ورته ونیسي ډیره خبره ده نو دا مشکلات به ان شاء الله خپل حل ډیره تاسو ته برتره غوړو استاد روحانی پیشتر به بحث بسیار خوب اشاره کرد بحثی در کلش بحث آموزش علوم اسلامی هست که محور بحث ما و شما را تشکیل میده امروز بر محور قرآن کریم برای هر مسلمان لازم و ضرور است که باید از علوم اسلامی به اندازه‌ای بفهمه که مشکلات و احکام خود باید درک کنه و به خوبی بفهمه. خب پیشتر قاری به یک بحث بسیار خوب اشاره کرد که شما هم به او به یک گونه اشاره کردین که مدارس و دارالحفاظا سعی و تلاششان به است که بیشتر باید فارغ بودن. این به کمیت توجه میشه و به کیفیت توجه نمیشه. به نظرتون چرا چنین شده؟ امروز مود روز شده ما در طی یک سال اگر بسیار مبالغه نکنم شخص یکی از علمای بسیار برجسته و برازنده را سراغ دارم که در یک سال دو بار محفل دستار فضیلت برگزار کردن و قرار است که در همین ماه آخر ماه مبارک رمضان یک محفل دیگه برگزار کنند. به نظرتون چنین چیزی لازم است؟ جناب احمد صاحب ما در یک کشور زندگی میکنیم که کشور عقیدتی و مذهبی است. بله. اصولا کسایی که میخوان به یک هدفی برسن اونا راه حلشون نیست که از دریچه دین باید وارد شون. بله. از میراب و منبر شروع کنن برای رسیدن به هدفشون. ولی یک عقیده تایی هیچ شکی نیست که هدفشون رضای خداست. بله. و اینا میخوان که یک خدمت بزرگ به جامعه کنن و خصوصا به جامعه اسلامی. اخلاص دارن. اخلاص دارن تایی هیچ شکی نیست. اونا اگر مثلا میتونن که در یک سال هر چی از توانشان میان بیان خدمت بکنن بله. اما کیفیت شرطی اساسی است. ما همیشه در افغانستان اکثر اوقات الا ماشاءالله همیشه کمیت گراست مردم افغانستان متاسفانه هیچ کس کیفیت گرا نیست.
مدرسه ما در منطقه و دسته هامون داریم که هیچ گاهی از آن مدرسه ما یک کسی را فارغ ندادیم که او آدم عالم دین شده باشد. 2 سال 3 سال و بیشترین هزینه را شاید ایت یک مدرسه غنی نبوده باشه مثل از او که اون مدرسه چقدر غنی است، ولی هیچ کس فقط یک سال نیم سال. بحثی که بحثی یا دستاربندی است یا فارغ شدن است که پیشتر قاریسی هم اشاره کرد، اینا یک حافظ باید عالم دین باشه و یک عالم دین باید اگر لااقل حافظ قرآن هم نیست و باید بحث تجوید که اینا گفتن باید لااقل 6 ماه اینا بیان اینا هم علما باید بفهمن تجوید و هم حافظای قرآن کریم معنای قرآن بفهمن. اساس مشکل از همینجاست. یعنی من در قندوز در جامعه رفتم، بعد از دیگر شاگردای مدرسه برآمده بودن در تفریح، فکر میکردم شاید لااقل 300-400 نفر باشه. نام خدا. باز ما با یک کسی که همراهیم بود گفتم که اگر اینا واقعا درست به خاطر خدمتگزاری اسلام تربیه شوند، اینا میتونن که بسیار ستون فقرات یعنی جامعه را تشکیل میتن، اینا داینده میتونن که خوب به تمام معنا از هر حادثه ای که بالای کشور اینا محافظت کنن. و اگر به فرضی که اینا به بیراه تربیه شوند خدای نخواسته، چون ما خودمان شاگرد مدرسه دین هستیم، اما متاسفانه با او با قبایی که هم ظاهرن هستن علما و اینا متاسفانه نیستیم، اما در حدی 4 روز 2 روز 10 روز ما در دانشگاه در اون جایی که شما رفتین درس خونین قاریسی هم بیشتر ما در دانشگاه رفتیم پیش آدمای بسیار دانشمندی زانو زدیم. اگر از اونو علم یاد نگرفته باشیم آداب علمی را یاد گرفتیم. اگر مثلا فهم دینی و منطق و استدلال ما بلند نرفته باشه، آداب اجتماعی ما را اونو خیلی زیاد درست کردن. به خاطر جناب احمدی صاحب وقتی که ما در جامعه همان بخواهیم ما یک نفری یک مردی جنگی بی از 100,000 تربیه کنیم، بسیار زیبا خوب است. اگر ما یک انسانی هر سال در ماه مبارک رمضان در 2 تا 3 تا 5 تا تقریبا دستاربندی ها من شخصا خودم میرم اشتراک میکنم، اوجا میرم میبینم انسان عمو پیشتر قاریسی به اشاره کردن وقتی که او تبت یدا ابی لهب تلاوت کردن نمیتونه، نیاز نیست که دیگه حفظ قرآن کنه، به خاطر که او برای جامعه برای خدمت گزاری جامعه هم چیزی تربیه نشده که او بیا به دین ما خدمت کنه به قرآن ما خدمت بکنه. از این که ما کمیت بسیار گسترش بدیم در سطح کشور باید به کیفیت هم ببینیم. ما همیشه میگم که یک پیام صوتی تلفنی هم من دارم، گمان میکنم بعضی دوستا دیده باشن نیده باشن. خدای نخواسته ما به عنوان کسایی که 18 سال درس دین خواندیم ما مخالف دین و مدرسه و گپا نیستیم. در ضمن از این باید ما یگان متخصص دیگه هم تربیت کنیم، دکتر تربیت کنیم، مواد اقتصاددان تربیت کنیم، چون ضرورت زندگی است. ما تا چه وقت نیازمند دیگرا باشیم؟ همون رقمی که الحمدلله معلمای دینی داریم که دنیا با اونا نیازمند است، مول در خوبترین مدرسه های پاکستان که اونا خود بسیار یعنی بنیادی علما میدونن که دنیا ما خدمت میکنیم، در همون مدرسهاشون اینمی مردمای افغانستان هستن، علمای افغانستانی هستن. به او خاطر ما در همی رشته های دیگه هم که متخصص تربیه کنیم به نظرم خیلی خوب میشه. بسیار خوب که ما دست نیاز دیگه نه در انجینر ما نمو رقمی که در حالی مایدی نیازمندی بیرونی ها نیستیم، نه در انجینر دست نیاز دراز کنیم، نه در دکتر، نه مثلا در اقتصاددان، نه در متخصص های دیگه، یعنی خودکفه باشه مثلا. بله بسیار خوب. خودکفه باشه ما این مشکلات از جامعه همون برداریم روی حلش ایست. و اگر ما بتانیم که تمام مردم افغانستان عالم دین بسازیم، اگر تمام مردم افغانستان حافظ قرآن بسازیم، ولی به شیوه درستش که هم کیفیت داشته باشن هم کمیت، نور علی نور. بسیار خوب. قاری صاحب، استاد روحانی هم پیشتر مخکی اشاره وکړه چې داس یو جامعه او روزه ولسی یا داس یو د دینی مدرسې و هم اخواته د پانتون محصلین یا سوچ فارغېږي د پانتون محصلین چې غیر له شریعت نه فارغه کی د قران کریم یو ټکی هم نشي لوستلای، درسته ده؟ اخواته د سوچ چې د مدارس نه فارغه کی، لکه د شریعت د فاکولټي نه فارغه کی، د دارالحفاظ نه فارغه کی، بیا دوی د عصري علوم نه هم به خبره ده. پښتنه ده چې څنګه داسې برنامه جوړ شي چې هم یو سوک چې د انجینری یا ډاکټرۍ نه فارغ هم لکه
که عالم دین نوی د قران کریم یو حافظ شي یو یاد خپل احکام پوشي اخواته د دینی مدارس فارغین هم عمده شکل د عصري علوم هم سپوشي د دې په جواب کې مزه هم به سبدا وي مچ الحمدلله اوس تقریبا زم خپل د پنتون فارغین او خپل پنتون نه او هغه په دې چې موږ خپل کورنۍ مدرسه ده الحمدلله خو به پنتون موږ پنتون نبی الله سره پیدا کو پنتون نه فراغت مې واسطه نو خدا الحمدلله نو دا خلاوی اوس کمی شوی دی اوس په کمی دودی البته مدارس کو اوس هم دا خلاوی شته دی پنتون کې دا خلاوی لمن زتلې دي الحمدلله اوس کوم نظام چې دی نو موږ په دې نظام کې په غیر د شریعت پونځي نه نور پونځي کې تدریس کوم کمپیوټر ساينس ژورنالیزم دی حتی اقتصاد دی یا انجینری بخش دی هغه کې تجوید یو کریډیټ په هفته کې موږ درس لرو خبره نو یو چې یو انجینر چې فارغیږي هغه په تجوید نه پوهیږي نو په یو سمستر کې تقریبا 14 ساعته تجوید وایي نو 14 ساعته کې چې دا هر یو هر هفته کې نو یو هفته ورته وخت د تکرار د پاره نو داخله په پنتون کې اوس کمی شوی دی چې نور حتی عقیدتی مضامین شته دی اسلام اعتقادی نظام دی اسلام ثقافت ثقافت دا مضامین اضافه شوی دی یعنی دا گرچه دی کمپیوټر ساينس او ژورنالیزم او انجینری بخش کې یا اقتصاد بخش کې هغه د پاره یو فرعي مضامین دي ده لیکن د یو مسلمان چې څوک ځان د مسلمان وای دا باید په اساس کې قرار ولري دا اساسي مضمون اساسي مضامین دي صحیح همیش زه چې صنف ته ځم نو شاګردان ورو ته هم دا وایم چې داسې فکر مه کوئ چې د په کمپیوټر ساینس کې د تجوید څه کوي په دې چې موږ مسلمانان یو او د تجوید مخکې ما اشاره وکړو د تجوید یوازې د قاري صاحب دپاره نه دی یوازې د عالم دپاره نه دی هر فرد چې ځان د مسلمان وای د قران الفاظ د قران سرور حقونه لري یو دا چې باید لهجه باید صحیح شي په عربي باید تلاوت شي تدبر لهجه هم دغه تجوید د مخکې چې بیا د تدبر نه پس الله چې څه فرمایلی نو پوه شي چې دغه دلته خدای پاک ماته دغه امر کړی دی په هغې باندې عمل وشي او نور ته ورسول شي د 15 حقوق د قران کریم دی نو دا انشاءالله الحمدلله پوهنتونونو کې دغه مدارسو کې باید ساینسي مضامین دا اضافه شي مدارسو کې په دې چې یو عالم باید پخوا به زموږ استادانو دا ویل چې اوس دیوبند مدرسه ده دیوبند مدرسه د علم ترڅنګ یو څوک چې عالم فارغی هغې ترڅنګ یو کسب هم ورته ښیي یوازې خدای علم تا ته هغه نه کیږي چې هر ځای کې ته باید امام شي هر ځای کې ته باید خطیب شي په دې چې په عالم چې فارغیږي باید هغه خطابت وکړي د هغې وظیفه دا دی که چېرته ته خدای مه که خطابت تا ته پیدا نه شو ته به خپل روزګار څنګه دا نباتي او حیاتي ژوند چې دا دا به څنګه مخته وړی باید تا ته یو کسب یاد وي کسب هغه که هر یو کسب وي په دې چې که نجاري وي که خیاطي وي دا باید هغه مدارسو کې باید اضافه شي دا په افغانستان کې پاکستان کې دا شته دی لکه کراچي کوم مدارس چې دي هغې خپل هغه لري چې هم انګلیش پیس د کوي ژبې پیس د کوي خارجي بین المللي ژبې چې دا ډېر مهم دی عالم د ډېر مهم دی چې یو عالم نه تمه کیږي چې هغه باید یو داعي وي یو دعوتګر وي یو غیر مسلم ته چې موږ دعوت ورکو د هغې په ژبه باید اول موږ پوه شو نو دا زما هم غوښتنه دا ده چې موجوده نظام نه که دغه په مدارسو کې پوهنتونو کې الحمدلله خدمت کړی دی او خدمت موږ ستایو او نورم ورته د توفیق غوښتنه کوو چې نورم دغه اسلامي مضامین په هر پوهنځي کې اضافه شي یو سړی چې ډاکټر فارغي یا هغه باید د قرآن کریم نه هم وي او د قرآن مفسر ډېره ښه تاسو ته بهر تره ګورځو استاد روحاني قاری صاحب میگن کې باید کار شوه سیستم پیدا شوه کې از مدرسه کسی فارغ شوه کې باید علوم عصری هم بفهمه یعنی زبان انگلیسی را بفهمه که بتونه یک دعوتگر خوب و درست باشه به نظرتون مشکلات در کجاست بازم سر مشکلات میام چون مشکلات به هر اندازه‌ای که میگم مشکلات فهم نشوه پیش فرض باید باشه مشکل اول پذیرفته شوه تا ای که رای حل برش پیدا شوه خب ای قاریسی هم پیشتر اشاره کردن گفت یک سلسله مشکلات در دانشگاه ها حل شده به خاطر از اینکه وقتی که یک آدم دانشگاهی مثلا ما شما در دانشگاه بودیم نه بله از دانشگاه وقت فارغ میشتیم میرفتیم انگلیسی هم میخوندیم کامپیوتر هم میخوندیم و هم رقمی که قاریس باور دارم که به زبان به زبان های بین المللی مکسی میفهمن کامپیوتر هم میفهمن اینا هم یک آدم دانشگاهی هستن پیشتر از دانشگاهی که فارغ شدیم ما و شما هم که از دانشگاه کابل فارغ شدیم مثلا درس خوانیم یک جمع دیگه از دانشگاه مختلف کشور اینا اینی ای جمع کوشش کردم که یک پیوندی بزنم درست ولی مانده بحث مدرسه مدرسه یک
عید مالیسی با ده هیچ چکی نیست که بعد یک سیستم مشکلاتی خدا می داشته باشن. اصلا چه مشکلاتی؟ کم یک مشکلشان همی که حساسیت شد حل شده باشه حساس نصری هم موضوع بله که بله مثلا بله. یک وقتی مثلا من یک کس شنیدم که خودت درس دینی میخوانی مدرسه میخوانی چه برای انگلیسی بخوانی نه؟ بله بله بله. در حال پیشتر قرصه بشاره کرد که اگر ما یک عالم دین روان کنیم به خاطر دعوت به یک کشوری که مردم مثلا امریکا و انگلیس برا و اروپا برا کشور بله اینا باید به کدام زبانی باید اون مردم ها بفهمونن؟ ترجمان مثلا اگر خودت بد گفتی و ترجمان سفیدار با او گفته باشه باز چی؟ یعنی لازم من میگم بر یک عالم دین یاد گرفتن این زبان ها ضروری بیشتر ضرور است از یک کسی از یک آدمی عادی کرده. به او خاطر مشکل کار ده اینمی جاست که اینمی مالیسی با اینمی علمای دین اینمی پیشوای مذهبی اینمی مثلا سردمدارای مدرسه و مثلا دارالحفاظا اینا تصمیم بگیرن که این مضامین کم 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 دمو لایحه درسیشون بگنجانن با این مثل از اینکه در دانشکده شریعت مثال زبان انگلیسی تدریس میشه به عنوان یک مضمون اساسی نه یک مضمون فرعی اینا هم به عنوان یک مضمون فرعی بگنجانن مثل که تجوید قارص گفتن که در کامپیوتر ساز ژورنالیسم یک مضمون فرعی یک مضمون فرعی نباید باشد اینچنین. خب حالا او انسان مثلا میخواد در کامپیوتر تخصص بگیره امیز تجوید اگر یک چیزی فرعی هم باشه اینا گفتن که در یک سمیستر مثلا 16 ساعت در 16 ساعت یک آدم هر قدر غبی باشه میتونه که یک چیزی یاد بگیره همین سورایی را که لاعقل در نماز میخونه اینا را به تجوید یاد بگیره نه اگر تموم چیز را یاد نگرفت اینا اگر بگنجانن در 8 سالی که در مدرسه مثلا در درجه به درجه اینا ده 8 سال نه ده 4 سالش اگه اینا زبان و کامپیوتر و مثلا مضامین عصری را جابجا کنن این آدم نیمه متخصص مثلا زبان میشه یا کامپیوتر میشه این مشکل حل میشه و ان شاء الله که حل میشه در صدد حل شدن است. ما مدرسه تفاوتی که بین دانشگاه و فاصله ای که بین دانشگاه و مدرسه بله. است اینمیال وزیر یک تفاوتی یک فاصله بسیار کلان است در میانی از اینا بله. نسل دانشگاه و نسل مدرسه در حالی که رقمی نیست همو تفسیر ما و شما در دانشگاه اومدیم تفسیر خوندیم بله همو صفات تفاسیر ما در مدرسه هم خوندیم مثلا تفسیر جلالین رو اومدیم در دانشگاه هم خوندیم یعنی هیچ اصلا ما هیچ فاصله رو ندیم اینمی بعضی مردم هستن که اینا میخوان که اینا رو تافته جدا بافته از همدیگر بدانن دانشگاه را به مدرسه و خدای نخواستن این سبب یک مشکلی بسیار جدی و کلان داینده میشه و راه حلش است که یک تلفیقی در میان اینا ایجاد شوه که این مشکلات از بین بروند ان شاء الله. کار یعنی تلفیق استاد روحانی کار کی است؟ کی باید بکنن؟ نهادها کدام نهاد باید نهادها در دانشگاه ها استادای دانشگاه و متخصصین رشته های خودشان میتونن که مثلا بیان جا بجا کنن مثلا یک حتما رئیس دانشگاه کابل مثال برات میگم برای استادای اقتصاد دستور بده که شما ثقافت اسلامی را به عنوان مضمون فرعی نه بلکه به عنوان یک مضمون اساسی بخونید و در دانشکده شریعت بگن که شما کامپیوتری و زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان اساسی که شما متخصص و کسایی هستین که دایدار دینداری هستین اینا شما میرین مردم دعوت میکنین اگر زبان مردم یاد نداشته باشین اینا چی کار باید بله در مدرسه کسایی که در رأس مدرسه هستن استادای مثلا اگر ما جوانای روشن فکری به او دیدی که دیگرها دارن نه و که علی شریعتی هم میگه شما بیشتر میدونین میگه که وقتی شده که بدینی را نماد روشن فکری میدونن اون رقمی روشن فکری اسلامی به معنای واقعیش مثل جناب قاریس باری اگر آدمای روشن بیاین اینا بروان یک تصمیم بگیرن یک در علما را یک در استادای دانشگاه را یک در متخصصین یک در روشن فکرها را جمع کنن بیان بگن که بیان ما شما در میانی مدارس دانشگاه ها تلفیق ایجاد میکنیم که هیچ امی بغض و کینه و امی بدبینی و فاصله کم شوه فاصله کم شوه وصل شوه این کار میشوه به خاطر اینکه بیشتر اینا اشاره کردن این مشکل زود حل میشوه قدر قابل بحث نیست و رقمی که مردم در بیرون تصورش میکنن. بسیار خوب است با شما برمیگردیم خارس سنگچی گورو خارس ایبان د مبارک د روزه مبارک په میاشت کې ختمونه کوي نام خدا دا ختمونه ستاسو له نظر یا لاند څنګه ده ډیر په سرعت سره وایي په یو میاشت کې ممکن ده چې قاری صاحب دوه ختمونه درې ختمونه وکړي ستاسو له نظر دا کار صحیح ده که څنګه
مخیلی چی دیدی صحیح و دی غلط قضاوت و کما زبا آورد مخی روحانی سب در قرآن کریم آیات تا اشارو کو شروع کی چی ما تفسیر داغی و آورد دلوی دا بالقدس مرحوم نا ورتل القرآن ترتیل دلتا اللہ رب کریم امر کئی چی قرآن کریم پا ترتیل سر تلاوت کئی اس ترتیل خپل مراتب لري یو مرتبه پا ترتیل کی دی تحقیق مرتبه دا د برنامه په شروع کې چې ما کوم تلاوت کوم موږ د تحقیق مرتبه وایو سرعت ډیر کم سرعت کم او د قران کریم ټول د تجوید قواعد او هغه چې دی رعایت شي او دویم مرتبه چې دی د تحقیق زد دی تحذير دی تحذير سرعت ډیر تیز نو دغه مرتبه په تاسف سره حذر چې ورته وایو راسته تحذير او حذر هم ده صحیح نو ډیر په تاسو سره زړه دوایم چې اکثر قاری سبانو په چې مونږ اقتدا کوو هغه بیا تحذير مرتبه نن بيخي ورپسې تیر شي په دې تحذير مرتبه هغه چا لپاره مناسب دی چې انتخاب کی چې هغه په تجويدي قواعد باندې مکمل تسلط ولري تدبر در معنی او استاد روحاني هم مخکې اشاره کوي مفاهیم د قران باید هغه ته علم باید وی که سرعت سره تیزم وی باید هغه وقفونو زیونه او د موضوعات باید ګډوډ نشي صحیح خو دلته ټول تاسو به یو مثال پیش کوم په تحقیق مثال کوم تاسو ته ویل چې ما مخکې چې قرات وو تحقیق نه تحذير کوم چې مشهور دی په عوامو کې قاری سبانو کې اوس کوشش کوي یو ختم برابر کې بل چرته لا شي سیزنی قاری سبان مونږ ته وایو په چرته رمضان کې سیزن وی نو د هر یو تجارت یو سیزن قاری سبان دی مانه خفه نشي په دې چې مونږ مسؤلیت لرو مسؤلیت هر مسلمان دی باید یو مؤمن د بل مؤمن د شینشه مثال ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې شینشه کې لګ مونږ مخکور او غداخ چې مونږ تخکاری باید چا کې کوم خلاوی باید هغه مونږ اصلاح کو ما هغه باید مقابل جانب باید مونږ که تشکر نه کوي خفه دیم نشي صحیح په دې چې دغه اصلاح په خاطر وایو صحیح شو لکه اوس وایي تحذير کې مونږ سوره فاتحه مثال درکوم ولې تحذير مونږ ورته نه وایو په دې تحذير کې مخکې ویل چې باید هغه کې قواعد تجوید باید مراد شي مفاهیم هغه شي وایي چې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ام دس تاسو ما ورد لي دلته وصل کوي او د دې وقف کیفیت عملي کوي په وصل کې وقف کیفیت چرته ده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حركات وحروف دا باید کلمات باید تکمیل شي به موږ تحذير ورته صحیح سره دویم یعنی تحذير ونو شو څنګه چې دوی وایي څنګه چې دوی وایي بل د تحقیق او د تحذير په مېس کې خیر الامور او سطحه چې موږ ورته وایي بهترین روش چې دی هغه د تحذير روش دی قاری صاحب دوستان اشاره کوي چې دو دقیقې فرصت پاتې دی له خپل سوال نه تیر شم تاسو ډیر خو مسلې ته اشاره وکړه چې له ما زما د سوال نه هم ډیره مهمه وه یو دقیقه تاسو ته درکو یو دقیقه هم استاد روحانی ته استاد روحانی یک دقیقه فرصت داریم برای روزداران چیزی توصیه دارین برای جامعه چیزی پیام و توصیه دارین یک دقیقه در خدمت شما هستیم برای روزدارا خب کسایی که روزه میگیرن یک کم بسیار فرصت بسیار کم است کسایی که روزه میگیرن کوشش کنن که چشمشون هم روزه داشته باشن زبانشون هم گوش هایشون هم قدم ها و دست هایشون یعنی با تمام قوت روزدار باشن بسیار زیبا این پیام برای است برای جامعه هم است که از دعا ما را فراموش نکنن و همه مسلمان ها را فراموش نکنن و بخصوصا مجاهدین فلسطین غزه و کسایی که مثلا در زیر آوار ماندن شهید شدن برای از اونا هم دعا کنن که تا زحماتی را که برای دین اونا کشیدن برای آزادی بیت المقدس زحمات کشیدن خونهای خود جاری کردن الله متعال فردوس برای نجای از اونا کنه برای از اونا هم دعا کنن و فلسطین هم آزاد بسازن فلسطین هم آزاد بسازن بسیار زیبا و همه ما و شما را جور سیاد سلامت باشین زنده باشین خاری صاحب یو دقیقه تاسو نه یو تلاوت اورو چې تاسو د تلاوت سره سم چې ختم شي زمون د لیدون کو سره هم خدافیزی وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله إنا أعطيناك الكوثر فصل
شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله، نام خدا بسیار زیبا. سلامت سرافراز باشین جناب قارس بزرگوار و همچنان جناب استاد روحانی از اینکه تشریف آوردین، در حفظ و پناه خداوند متعال بوده باشین. سلامت سرافراز باشین. خب بینندگان عزیز، این بود داشته های بحث و برنامه امروزمان، این شاممان که به پایان رسید. انشاءالله امیدوار هستم که همگی جور و صحت و سلامت بوده باشین و روزه ماه مبارک رمضان را هم به خیر و خوبی و صحت و سلامتی سپری بکنیم. الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.